مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند از آغاز تلاش ها برای فعالیت داعش در این ولایت جلوگیری صورت گرفته است. به گفته مسئولین دولتی، دو تن از قماندانان مخالفین مسلکی از سوی داعش یا گروه دولت اسلامی توظیف شده بودند تا در دره غربند ولایت پروان فعالیت داعش را هسته گذاری کنند، توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند. وحید صدیقی سخنگوی والی پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت: دستگیری دو تن از فرماندهان شورشان در ولسوالی‌های غربند است که تلاش داشتند تا هم برای داعش هسته گذاری بکنند و هم در رویدادهای مختلف اونا متهم هستند. این دو فرد، یکشان متهم است به انجام فعالیت‌های تروریستی به ویژه جاگذاری ماین‌ها در کنار جاده، استفاده از ماین‌های مغناطیسی در سطح ولایت پروان، و فرد دیگه هم که مسئولیت هسته‌گذاری داعش را در پروان و بامیان عهده‌دار بود از جانب منصوبان امنیت ملی بازداشت شد. در این حال سخنگوی والی پروان میگوید برای مبارزه با مشکلات امنیتی در ولایت پروان تلاش‌ها جریان دارد و به تازگی 7 تن از مخالفین مسلح بازداشت شدند که آنان در ماین‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تخریبی دست داشتند. در مورد بازداشت شماری از مخالفین مسلح و به خصوص در مورد 2 تن از قماندانان مخالفین مسلح که اکنون با داعش کار می‌کنند، در حال اظهارات از سوی مقامات حکومتی ولایت پروان صورت می‌گیرد که پیش از این گفته می‌شد حضور مخالفین مسلح در این ولایت بسیار ناچیز است. با باور شماری از ساکنان ولایت پروان، از این اظهارات مقامات حکومتی این ولایت برمی‌آید که پس از این تهدیدات امنیتی از این راهگذر نیز متوجه ولایت پروان خواهد بود.